الان نماینده روسیه در مذاکرات وین خوشبین به آینده گفتگوها و نتیجه بخش بودن اون رو واقعا مثبت میدونه. چرا میخائیل اولیانوف به نوعی الان سخنگوی هیئت ایرانی شده و به طور کلی نقش چین و روسیه در این مذاکرات رو چطور ارزیابی میکنید؟ درود بر شما. همیشه نماینده روسیه ابراز خوشبینی کرده و به نظر میاد تا به امروز کار مطبوعاتی یا رسانه‌ای که انجام داده همین ابراز خوشبینی بوده، حتی در مورد مذاکراتی که گفته شد بعد از اون به شکست منجر شده. من فکر نمی‌کنم این خوشبینی آقای اولیانوف یک مبنایی در واقعیت داشته باشه. اما چرا روسیه و چین به ویژه روسیه اینقدر حریص هستن که زودترین توافق صورت بگیره؟ من فکر می‌کنم وعده های قراردادهای پرسودی که جمهوری اسلامی به چین و روسیه داده برای پسا توافق و اینکه تحریم ها برداشته بشه، به یک نوعی چین و روسیه رو همسود کرده با خودش جمهوری اسلامی برای برداشته شدن تحریم ها. الان چین و روسیه بسیار تحریص شدن و ترغیب شدن که به یک توافق برسن تا زودتر بتونن اون قراردادهای پرسودشون رو به چنگ بیارن. الان محدودیت های همون نظامی، خرید تسلیحات نظامی به صورت قانونی سال پیش از میان رفت و جمهوری اسلامی میتونه از چین و روسیه تسلیحات نظامی بخره و البته بقیه امتیازات اقتصادی. آقای صوفیان، من الان گفته شده که هیئت ایرانی از برخی خواسته های حداکثری در پی درخواست چین و روسیه کوتاه اومده. به نظر شما این خواسته های تعدیل شده چه هستن؟ اگر که این گزارش درست باشه، اگر که تعدیلی صورت گرفته باشه در خواسته های جمهوری اسلامی، یکی در مورد سانتریفیوژ ها هست که با این سانتریفیوژ ها چه کار بکنن، اینا رو در ایران نگه دارن به خارج از ایران منتقل کنن. مسئله تولید سانتریفیوژ ها هست در همون مؤسسه کرج تسا، آیا اون باید تعطیل بشه هنوز به کارش ادامه بده؟ و مسئله دوم همون مسئله همین اورانیومی که گفته میشه تا 60% جمهوری اسلامی غنی کرده، اینا رو باید به روسیه منتقل کنن، اینا رو در ایران نگه دارن اما مهرموم کنن. اگر که تعدیلی صورت گرفته بود به نظر من در همین رابطه بوده. خیلی صوفیان، من فکر میکنید که به طور کلی مذاکرات پوتین و بایدن، مذاکره‌ای هم که قرار داشته باشن همین امروز، درباره مسئله هسته ایران اصلا تأثیر بر سرنوشت گفتگوها داره؟ ببینید، روسیه اهرم‌های فشار قوی روی جمهوری اسلامی داره و مطمئناً در بدبستان‌های سیاسی و دیپلماتیک از این برگ ایران استفاده خواهد کرد. اگر که روسیه تصمیم قاطع بگیره که جمهوری اسلامی رو وادار کنه به یک توافق، به دلیل اینکه گزینه‌های جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی بسیار محدوده و محدود میشه به روسیه و چین، بسیار برای جمهوری اسلامی و رهبران اون دشواره که تمکین نکنن. بنابراین روسیه الان میتونه نقش بسیار اساسی بازی بکنه برای نگه داشتن ایران به دور میز مذاکرات و در آخر رسیدن به توافق. اگر که جمهوری اسلامی در برابر روسیه هم توافق کنه، من فکر میکنم روسیه و اروپا هم در جبهه آمریکا قرار میگیرن و اون موقع به نظر من فشارهای دیپلماتیک هم مشروعیت جهانی پیدا میکنه و هم اینکه همکاری جهانی رو در پی خواهد داشت و مشخص نیست که جمهوری اسلامی بتونه زیر این بار فشارها کمر راست کنه.